سرخط خبرها، اسرائیل به هر حمله‌ای پاسخ خواهیم داد. العالم، هنیه با موشک حامل کلاهک انفجاری قوی ترور شد. واکنش پوتین به نفوذ و پیشروی نیروهای اوکراینی در کورسک. و نیروهای اوکراین 30 کیلومتر در خاک روسیه پیشروی کردند. سلام و درود خدمت همه شما همراهان گرامی، به سرویس خبری این ساعت خوش آمدید. وزیر دفاع اسرائیل میگوید تهدیدهای تهران و بیروت درباره حمله تلافی‌جویانه میتواند عملی شود. او گفت وظیفه ما فراهم کردن شرایط برای بازگشت گروگان هاست. او افزود اسرائیل در روزهای اخیر در پی حملات احتمالی ایران و حزب الله تدابیر دفاعی خود را افزایش داده است. مقام اسرائیلی ادامه داد برای حملات احتمالی در پاسخ به هر گونه حمله از سوی ایران و حزب الله آماده شده ایم و در صورت نیاز اقدامات پیشگیرانه ای انجام خواهیم داد. او تاکید کرد ما به هر حمله ای پاسخ خواهیم داد و در هر جایی برای محافظت از اسرائیل با آن پاسخ خواهیم داد. العالم، هنیه با موشک حامل کلاهک انفجاری قوی ترور شد. یک منبع آگاه در گفتگو با العالم مدعی شد که ترور هنیه با استفاده از یک موشک سبک وزن با کلاهک انفجاری قوی انجام شد. بدنه این موشک نیز از مواد غیر فلزی بوده است. شلیک موشک از بیرون ایران و از یک کشور دیگر بوده است. آمریکا در طراحی و اجرای این عملیات با اسرائیل مشارکت داشته است. بحث نفوذ امنیتی و بمب‌گذاری مطرح نبوده و هیچ کس در این رابطه دستگیر نشده است. هنگام اجرای عملیات، هر کشوری که در دفاع از اسرائیل جلوی این عملیات را بگیرد به مسابقه مشارکت در هجوم علیه ایران تلقی می شود. واکنش پوتین به نفوذ نیروهای اوکراینی به کورسک. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نشستی در خصوص وضعیت منطقه کورسک در روسیه، حل فوری در منطقه کورسک را مهمترین مسئله در حال حاضر دانست. وی اضافه کرد که وزارت دفاع باید دشمن را از خاک منطقه بیرون کند. پوتین گفت که کیف در تلاش است و در آینده موقعیت‌های خود را در منطقه کورسک بهبود ببخشد. رئیس جمهور روسیه اشاره کرد که وضعیت منطقه نشان می‌دهد که چرا رژیم کیف پیشنهادات صلح مسکو و واسطه‌ها را رد کرد. پوتین در ادامه تأکید کرد که اقدام کیف علیه غیر نظامیان در منطقه کورسک به دنبال یک هدف نظامی برای متوقف کردن پیشروی نیروهای روسیه است. رئیس جمهور روسیه افزود که ارزیابی رویدادهای جاری در مناطق کورسک، بلگرود و بریانسک با دقت انجام خواهد شد. دیگر موضوعی برای مذاکره کردن با کیف وجود ندارد. آن هم با کشوری که به غیر نظامیان و تأسیسات انرژی هسته‌ای حمله می کند. رئیس جمهور روسیه خاطر نشان کرد که سرعت تهاجم در امتداد کل خط جبهه پس از حملات دشمن در منطقه کورسک نه تنها کاهش یافته بلکه 1.5 برابر نیز افزایش یافته است. پوتین در ادامه اضافه کرد که ما می‌دانیم کیف به تلاش برای بی‌ثباتی در مناطق مرزی فدراسیون روسیه از جمله در مناطق بریانسک ادامه می‌دهد. دشمن پاسخ شایسته‌ای دریافت خواهد کرد. تمام اهداف روسیه به دست خواهد آمد. الکسی اوسمرنوف فرماندار منطقه کورسک در دیدار با پوتین گفت وضعیت منطقه کورسک دشوار است. 28 شهرک تحت کنترل نیروهای مسلح اوکراین است. سرنوشت 2000 غیر نظامی در معرض ابهام است. در منطقه کورسک در نتیجه حملات نیروهای مسلح اوکراین 12 غیر نظامی کشته و 121 نفر زخمی شده است. فرماندار کورسک در پایان اضافه کرد که گروهی ساختمان متخصصان شرکت انرژی روسنتی در منطقه بلوویسکی در کورسک را معرض آتش قرار دادند. در این حملات از مهمات سلاح‌های شیمیایی استفاده شده است. و نیروهای اوکراین 30 کیلومتر در خاک روسیه پیشروی کردند. دیروز یک شنبه 11 اوت گزارش کردیم که سربازان اوکراینی در جدیدترین پیشروی خود از زمان حمله روسیه در فوریه 2022 توانستند از نواحی مرزی کورسک روسیه تا عمق 30 کیلومتری خاک این کشور نفوذ کنند. روسیه هم پیشروی نیروهای اوکراینی به عمق خاک کشورش را تایید کرده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین برای اولین بار از عملیات تهاجمی در منطقه کورسک در غرب روسیه خبر داد و همزمان گزارش شد که مسکو در حملات موشکی و پهپادی 6 منطقه اوکراین از جمله پایتخت را زیر آتش گرفته است.
اما در تازه ترین تحولات امروز دوشنبه، در حالی که عملیات غافلگیر کننده اوکراین وارد هفتمین روز خود می شود، روسیه می گوید در حال تخلیه ساکنان یک منطقه مرزی دیگر است. خبرنگاران در مسکو می گویند روسها با آمیزه ای از ناباوری و خشم این حمله را پیگیری می کنند. در همین حال ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه اوکراین را به ارعاب شهروندان صلح طلب روسیه متهم کرده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین شب گذشته برای نخستین بار به این عملیات اشاره کرد و گفت 2000 نیروی اوکراینی در واکنش به حمله مسکو از ناحیه کورسک به داخل خاک روسیه نفوذ کردند. او در یک سخنرانی تاکید کرد که ارتش کشورش مشغول انجام عملیاتی تهاجمی در کورسک در غرب روسیه است و اکنون ارتش اوکراین جنگ را به داخل خاک کشور متجاوز برده است. ممنون از اینکه تا پایان این بخش خبری با ما همراه بودید. وقتتان خوش و خدا نگهدار.